توکلی، ما جایی جز خیابان نداریم و خیابان یعنی مردم. 14 آبان تهران نیایش. درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان دوزهای کمکی واکسن برای گونه‌های جدید و تغییر یافته بیماری به مردم تزریق شده است، در ایران نه تنها خبر از واکسن‌های بروز شده و حتی قدیمی نیست، که حتی بسیاری از منابع گزارش دادند که برای مصدومان، مجروحان و افرادی که نیاز به سرم و موارد ابتدایی کمک‌های اولیه دارند، دیگر این اقلام هم موجود نیست. از طرف دیگر، در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی با مشکل کمبود دارو و گرانی و عدم در دسترس بودن داروها و اقلام بهداشتی مواجه هستند، اخیراً حتی در برخی داروخانه‌ها قرص‌های ساده مانند سرماخوردگی هم کمیاب شده است. حال در چنین شرایطی اعلام دو خبر موجب بهت و حیرت همگان شد. خبر اول این که مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت بازار داروها گفت که صادرات دارو به روسیه طی 5 هفته گذشته رشد 250% داشته است. و خبر دوم این که به اعلام خبرگزاری های رسمی حکومتی، وزارت بهداشت ایران با دستور غیرقانونی حجم وسیعی از سرم و داروها را نابود کرده است و این به دستور نهادهای وابسته به سپاه بوده است و با هیچ ارگان رسمی دولتی هماهنگی نشده بوده است. تا اینجا یه ماجرا را داشته باشید تا بفهمیم که این نسل کشی کثیف از کجا آب می‌خورد. در 5 دسامبر 2011، همزمان با اظهار نظر ناظران بین المللی، انتخابات پارلمانی روسیه درباره نقض فاحش مقررات در جریان رأی‌گیری، چندین هزار نفر در خیابان‌های مسکو با شعار مرگ بر پوتین و مرگ بر ستمگر و دیکتاتور حاضر شدند و شعار سر دادند. در این روز زد و خوردهایی گزارش شد و پلیس روسیه گفت که بیش از 300 تظاهر کننده را بازداشت کرده است. در حالی که شمار معترضان در مسکو و سن پترزبورگ هر روز در حال افزایش بود و بسیاری از ناظران بین المللی و تحلیلگران سیاسی احتمال وقوع یک انقلاب در روسیه را می دادند، سرویس امنیت فدرال روسیه که جایگزین KGB از شوروی سابق شده است، دست به یک طرح فوق امنیتی محرمانه زد که اسناد آن بعدها در منابعی مانند گاردین در اختیار عموم قرار گرفت. سرویس امنیت فدرال با جمع‌آوری دارو و پخش کردن ویروس برخی بیماری‌های غیر کشنده سعی کرد که مردم را برای مدت طولانی درگیر بیماری کند و آنها را خانه نشین کند. و از طرف دیگر، با از دسترس خارج کردن سرم ها و موارد الزامی برای درمان زخمی شدگان اعتراضات، سعی کرد یک ترس عمومی برای معترضان ایجاد کند، اتفاقی که به عین مشابه آن را امروز در ایران می‌بینیم. روندی که نشان می‌دهد احتمالاً دست سرویس های امنیتی روس پشت ماجرای کمبود دارو و سرم و مواد اولیه کمک های اولیه در ایران است. در واقع روزهای اول علی خامنه‌ای و همدستانش برای کنترل انقلاب مردمی ایران به کردستان حمله کردند تا شاید این گونه حواس ملت ایران را از انقلابشان پرت کنند، اما با شکست مواجه شدند. سپس به مرز آذربایجان لشکرکشی کردند و باز هم دیدند که عزم مردم برای براندازی رژیم کودک‌کش علی خامنه‌ای بیش از اینها جزم است که بخواهند با این روش‌ها مردم را منحرف کنند. اما باز هم کوتاه نیامدند. زندان اوین را آتش زدند، باز هم نشد. بلوچستان را به خاک و خون کشیدند، باز هم مردم اراده‌شان اندکی خدشه‌دار نشد. متروپول را خراب کردند، به شاه چراغ حمله کردند. سعی کردند بگویند که جنگی با عربستان در پیش است و هیچ کدام چاره‌ساز نشد. حالا هم
اگرچه به یک حربه دیگر روی آوردند، اما مطمئناً با هوشیاری مردم ایران این حربه هم زمینگیر خواهد شد و حواس مردم ایران و ملت آزادی خواه ایران از ادامه انقلابشان و به زیر کشیدن دیکتاتوری ولی فقیه به هیچ وجه پرت نخواهد شد. مردمی که دیگر از تمامی این اتفاقات گذشتند و تنها به سرنگونی علی خامنه ای فکر می کنند. مردمی که دیدن جنایتکاران و وحوش علی خامنه ای به هیچ چیز رحم نمی کنند. مردمی که دیدند چگونه مردم را در خیابانها با گلوله می زنند و حتی نمی گذارند رسیدگی پزشکی شوند، دیگر می دانند که تمامی این نقشه ها به زیر سر علی خامنه ای و رفقای روس و چینیش است. تنها یک نمونه را عرض می کنیم. به گزارش رادیو فردا، برادر ساسان قربانی اعلام کرده است که برادرم را با گلوله زدند و حتی نگذاشتن رسیدگی پزشکی شود. سامان قربانی در گفتگو با رادیو فردا می گوید که دقایقی که در مقابل یک میوه فروشی به تماشای اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوان شاه نشسته بودم، هرگز گمان نمی کردم که مرد جوانی که گلوله خورده و روی زمین افتاده برادرم ساسان باشد. 30 شهریور ساسان قربانی 31 ساله در حالی که به یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای زخم شده بود کمک می کرد، هدف گلوله جنگی قرار گرفت و ساعاتی بعد جان باخت. برادرش می گوید که به جای انتقال به بیمارستان، او و برادر زخمیش را به داخل کلانتری برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و در گواهی فوت ساسان قربانی علت مرگ برخورد اجسام سخت یا تیز اصابت شیء پرتابی شتابدار عنوان شده است. سامان قربانی که به اتفاق برادرش در مسیر رفتن به سر کار در اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوان شهر حضور داشتند، به رادیو فردا گفته که ما داشتیم نگاه می کردیم، گاز اشکاور زدند، شلیک می کردند و اکثرا بسیجی ها بودند. برادرم داشت بچه های 17-18 ساله را از آنجا دور می کرد. اینجا شهر کوچک است و همه همدیگر را می شناسیم. که ناگهان نیروهای انتظامی و بسیجی که داخل کلانتری رفتند از همان بالا آمدند و به مردم شلیک کردند. برادرم روبروی شبکه بهداشت بود، یک نفر تیر ساچمه‌ای خورده بود و رفت او را بلند کند که با تیر جنگی بسیجی ها به کشاله ران سمت راستش روی زمین افتاد. او که سمت دیگر خیابان نشسته بود میگوید هرگز گمان نمی کردم آن فردی که گلوله خورده برادرم باشد. من این طرف خیابان برای خودم نشسته بودم، تاریک بود، دید نداشت، آرام رفتم، دیدم برادرم است. زمین را چنگ زدم، تمام انرژی بدنم تحلیل شد و شوکه شدم. ساسان قربانی اما به جای انتقال به بیمارستان همراه برادرش به داخل کلانتری منتقل می شود. او می گوید من و برادرم را داخل کلانتری بردند. من گفتم چرا برادرم را کشتید؟ یک بسیجی آمد مرا با باتوم زد و می گفت آشوبگر، اختشاشگر، که رئیس کلانتری مرا از دست او نجات داد. برادرم روی زمین افتاده بود و از او خون می رفت و مرا می زدند. با یک ماشین L90 که شیشه جلویش هم شکسته بود برادرم را به بیمارستان شهدای رضوان شهر رساندیم و توی بیمارستان به برادرم خون ندادند و برادرم بدون خون مرد. اگر خون می زدند برادرم زنده می ماند. سامان قربانی می گوید که برادرش بر اثر خون ریزی و عدم رسیدگی جان باخته است که این همه عمدی بوده است. او توضیح می دهد که حتی برای گرفتن جنازه برادرش از پدرش تعهد گرفتند. گفتنی است که در اعتراضات روز 30 شهریور در رضوان شهر علاوه بر ساسان قربانی دو نفر دیگر به نامهای فرزین لطفی و یاسین جمالزاده جان باختند. برادر ساسان قربانی می گوید منت سر ما می گذارند که شهرهای دیگر می برند جنازه ها را جای دیگری دفن می کنند ولی ما جنازه را به شما تحویل دادیم. منت می گذارند و می گویند که ما داریم با شما مسالمت آمیز رفتار می کنیم و از این جور حرف ها. خیزش انقلابی مردم ایران با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه خورد، همچنان اما قهرمانانه ادامه دارد و تا کنون آمار دقیقی از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست، اما برخی منابع تعداد جان باختگان را بیش از 500 نفر اعلام کردند.
زبان گرامی. ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید، با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو، هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.